برای 37 فامیل آسیب دیده زمین لرزه در منطقه کرنیل وردک های ولسوالی زندجان هرات سرپناه های اضطراری ساخته و امروز با حضور داشت مسئولان حکومتی تحویل داده شد. پولی که هزینه شده مبلغ 70,000 دلار آمریکایی برای 37 خانه، اما اگر در قسمت هزینه ساخت از این سوال بشه که خب اگر هر خانه تقریبا در حدود شاید بیشتر از 1,500 دلار افتاده باشه، یک موضوع میخوام اینجا که من واضح بسازم. مسئولان پروژه میگن که این خانه ها به کمک افغان های مقیم خارج به هزینه 70,000 دلار آمریکایی ساخته شده است و برای آن دست خانواده هایی که ضرورت جدی به سرپناه داشتند تحویل شده است. وردک های سنجاب یا کرنل وردک ها این خانه ها با روش سوپر دوبی که البته مشهور نام انگلیسی از یا ابرخشت اگر ما ترجمه کنیم، این خانه ها با او روش ساخته شده. از سوی هم آسیب دیدگان زمین لرزه که از این خانه مستفید شده ابراز خرسندی کرده، اما میگویند نه تنها مشکلاتشان به یک خانه اضطراری حل نمی شود، بلکه این خانه ها گنجایش 12 عضو فامیل را هم ندارد. اینجا از نگاه هوای سرد سرما از خیمه کرده محفوظ هستیم، بهتر خوش هستیم. اینو ما از اونا تشکری میکنیم. یک جان مال برای شما بگم، ما 11 خونه تا به 13 خونه داشتم. 13 خونه برای ما، یک خونه زده زلزله تیار شده، دو خونه و یک دهلیز از اینا تیار شده دیگه. خلاص با میس 4 خونه زندگی خیلی سخته. سوی هم مسئولان محلی در هرات از تلاش ها برای رسیدگی به مشکلات آسیب دیده های زمین لرزه سخن میزنند. حیات الله مهاجر معاون ولایت هرات میگوید تا فعلا حدود 1,000 خانه برای مردم در قریه ها ساخته شده است. دانه چه اوز جوره سویده سرنگ چه ده دیسیمی ده باب تو ده جورش سر برابر ده پا خانه خلگو پا ده غراز و دانه که گزاره کول و هم در دول ده زلزلی پاوران دیم چه ویل کیره ده او ریشتر زلزلی پاوران دیم مقاومت لری او بل شیگرن ایداده چه دیر جر جوریجی یوی ابتی ولس و روزو که جوریجی. گفتنی است که قرار بود این خانه ها تو قبل از زمستان برای از متضررین زلزله تحویل داده شود.